اول از هر چیز درود بر همه دوستان از شود که پیش از هر مطلبی من بگم که امشب به صرف وعده که کردم با وجود اینکه مهمان در منزل داشتم خلف وعده رو جایز ندیدم و اومدم که از شب خدمت شما که گفتگو کنم با دوستان <applause> بیش از شروع گفتگو من خواهش میکنم همه عزیزا لطف کنن چون امشب بحث بسیار گسترده است درود دارم بانوکتی درود خیلی فراوان خدمت شما شیرزن سبوز که عرض شبه خدمتتون من واقعا در مقابل شما و تمام خانواده کامران قادری جز سر تعظیم فرود آوردن چیز دیگری ندارم دلاور مرد ایران زمین درود بر شما من خواهشم از همه دوستان اینه که زحمت بکشن فایل ها رو نمشب دعوت های دوستان رو انجام بدن به اشتراک گذاری ها رو بکنند من امشب میخوام وارد بحث ها و گفتمان هایی بشم که از یک سری ها اعاده حیثیت میکنه و یک سری ها رو به چالش میکشه و به حضور شما عارضم که بعضی گفتمان ها رو نقد میکنه و بعضی تفکرات رو به چالش میکشه امروز که صحبتم رو شروع می کنم این رو هم بگم ممکنه در گفتمان من کسی نیاز بدونه که بیاد و سخنش رو بیان بکنه من به هر کسی که سخن مخالف با گفتمان من داره این اجازه رو خواهم داد البته بعد از اینکه که پس کلام من بسته شد و به فعل رسید این اجازه رو خواهم داد که تشریف بیارن و دقیقه حالا سوالشون رو مطلبشون رو هر آنچه که میخوان در این رابطه گفت بگویند و گفتگو کنند بگویند و ما شنونده ایم سوال میکنند و ما سوالشون رو هم پاسخ میدیم ولی این قبل از اینکه بحث بسته بشه نخواهد به حضورتون عرضم که یک سیر تکاملی از اتفاقات سی و نه ساله یک جو احساسی در بین ایرانی ها ایجاد کرده این جو احساسی به دو بخش عمومی تقسیم شده یک بخش این که زواید حاصل از آنچه که نظام حاکم بر ایران در طول این سی و سال بر ایران و ایرانی آورده است رو زایده یک اندیشه به اسم اندیشه اسلامی میداند و امشب میگم با توجه به این شلوغی و شرایطی که در پیرامون ما هست این مشکلات رو هم خواهیم داشت و طیف دیگری که خب با نگرش سنتی و علایق خودش نگاه به پیرامون خودش داره از دل این جریانات افرادی به قول بچه ها گفتنی میگن جهش های تفکر اه افرادی به مناسخ و مکاتب نوین در حقیقت رفتند و بعضی سلجو شدند بعضی مسیحی شدند بعضی فقط رفتن دنبال حقوق بشر بعضی رفتن حقوق حیوانات به حضورتون آرزم که جدی میگم که این که واقعی است اصلا مکتب شده الان مثلا ما یک سری از ایرانیان داریم که الان فقط مشکل است دق دقیقه. روزشون حقوق حیوانات مثلا میگه آقا شما چرا گوشت گاو رو مثلا استیک میکنی میخورید گوشت گاو نخورید بعد از شب خدمت شما مثلا گوشت گوسفند نخورید واقعا داریم الان همچی چیز اینا رو بهش میگن که دیگه از اندیشیدن به یک سری مسائل خسته شدن رفتن دنبال یک سری مسائل جدید میخوان اصلا حرفای جدید بزنن حرفای نوین مثل به حضورتون آرزم که دانشجوهای پایان دوره سال 56 و 57 که از شب خدمت شما از فلسفه شریعتی و به حضور شما مزخرفات داخل حوزه و این بر و اون خسته شده بودن نمیدونستن دیگه چی بگن نمیدونستن حرف اصلا حرفی واسه گفتن نداشتن یه دونه کلا کج میذاشتن سرشون مثلا میومدن میگفتن آقا مثلا بیا برو ارشا ببین مارکس چی گفته مثلا لنین در سخنرانی فلانش چی گفته همون بیماری الان به نوعی در جامعه ما دوباره نشعت گرفته و شما میبینی که از بی بیسی بدون در حقیقت خستگی از تکرار رفتن به مسائل جدید خستگی از تکرار من چقدر صبح تا غروب بگم بابا این چه بلاییه که این اسلام یا این فرقه از اسلام به سر من آورده من تأکید میکنم روی این فرقه از اسلام چون که امشب میگم خیلی مسائل رو خواهم برم باز بکنم و این رو هم بگم که بعد میرم به یک سری گوشه ها و کناره ها میرسم و این گوشه و کناره ها یک سری ها رو در منجلاب خودشون میخوام بگذارم باقی بمونه و یک سری ها رو میخوام دست به سمتشون دراز کنم و از اون منجلاب بیرون بکشم و اجازه ندم که جو خسته کننده بازی های سیاسی و جبه بندی ها و جریان سازی های جمهوری اسلامی بین جامعه ایرانی در حقیقت انقدر انشقاق ایجاد بکنه انقدر تفکیک به وجود بیاره ما باید یک جا بیستیم جلوی این همه تفکیک دوست گرامی که جناب آصف عزیز باشن بدیهیه که با اومدند و شب های هفته های گذشته در رابطه با فلسفه ایرانگرایی گفتمانی داشتن بحث بس بحث بسیار زیبا شیرین فلسفی ریشهی و میشه گفتش که قابل شنیدن خیلی بیش از هر چیزی غرورانگیز و ارق دهنده ارق ملی برانگیز داشتند اما من بسیاری نگرانی ها رو از اطراف دیدم نسبت به این فلسفه وقتی ریشه یابی میکنیم سوس انجام من اومدم در رابطه با چیز دیگه ای صحبت کنم الان صحبت مخبل باف نیست صحبت مخبل باف در زمان دیگری من خواهش می... اگر فکر میکنیم موضوع بحث من شیرین نیست براتون هم به حال دوستان دیگه هم هستن توی لایوهای دیگه و من در همزمان دیدم که دو تا لایو دیگه هم حضور داره و میتونین اونجا باشین ولی درود بر تو عزیز دلم من خواهش میکنم از موضوع بحث خارج اگه سوالی دارید در رابطه با موضوع بحث من در میتونم تکس های شما رو من میبینم حتی مقدور به حضورتون آرزم که یک تاریخچه ای بدیم از جریان سازی بی آنکه بخوایم به کسی تهمتی بزنیم افترایی بزنیم یا کسی رو متهم یا محکوم بکنیم ببینید دوستان عزیز جناب فرود فولادوند یا به عبارتی دکتر فرود فولادوند از اولین کسانی بودند که در مقابل تفکر حاکم بر ایران در حقیقت اون رژیم تف... تفکراتی که در حاکم بر ایران هست به صورت سازمان یافته شروع کردن به با... با ارجاب منابع و معاخذ خود اسلام شروع کردن به کوبیدن تفکر جمهوری اسلامی فلسفه جمهوری اسلامی فلسفه اسلام در ایران هرچند بسیار نازعینانی مثل جناب رضا فاضل و و و و که حتی جانشون رو بر این مسیر گذاشتند در این مسیر در حرکت بودند اما بیش از هر چیز به صورت سازمان یافته جناب فولادوند رو ما میتونیم ازشون یاد بکنیم که از خدمت شما این جریان تفکر ایرانگرایی رو بردن تا بخش اجرایی بر علیه جمهوری اسلامی خواستن حرکتی بکن خب در این حرکت و در این مسیر رفتند و از حضرت هم کمک خواستند که حضرت مخالفت کردن چون ایشون از همون اولش هم بارها و بارها اعلام کردند که من با این تفکر که یک ایدئولوژی بخواد بر علیه این ایدئولوژی که بر ایران حاکمه قیام بکنه یا حرکت بکنه مخالفم چون اصلا معتقد به این نیستم که نظامی که باید بر ملت ایران حاکم بشه نظام ایدئولوژیک ایدولوژیک باید باشه مسئله ایدئولوژی یک مسئله شخصیه و وارد اون بحث نشدن و متاسفانه آقای فولادوند وقتی از اون قافله به نتیجه نرسیدند گفتمان های بسیار ناخوشایندی رو نسبت به اعلیحضرت کردند که بعدش هم یک مسیر رو ادامه دادند و ما کار نداریم ایشون تا اونجا رسیدند که کارمند سفارت ف... جمهوری کارمند از شب خدمت شما که سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه رو به عنوان منشی مخصوص خودشون آوردند به حضور شما آرزم که با ایشون همکاری داشتند و و و و و حالا کار نداری وارد این بحثا نمیخوام بشم و بعد در نهایت سر مرز ایران و ترکیه مثل آقای باوند یا اون مفقود الاسر شدند و به حضورتون آرزم که خانوادهشون دو بخش شدن یک سری اعلام کردند که شهید فرود فولاد و بابا من از زبان بعضی از بخشی از خانوادهشون هم شنیدم که گفتم بابا یارو زنده است و فش میدادن حال کارمندنم وارد این بحثا نمیخوام بشم این از جناب فرود فولاد وند. خب در این بین انتهای کار جناب فرود فولاد وند منتج به این شد که به بی بیادبی و تخریب خاندان پهلوی ببینید همونجا یه نک... نطفه بسته شد من رو کراس به شما بگم چپ های کمونیست رو خیلی مردتر از ایرانگرایان چپ های کمونیست رو خیلی مردتر از ایرانگرایان از وقت شما جریان ساز دیدم در خیلی از موارد چرا که چپ های کمونیست خیلی مستحکم از علازت رضا شاه کبیر نقد میکنن تا هر شب خدمتشون تا به امروز میگن اصلا ما با این فلسفه مخالفیم ما جهان وطنی بزن بریم خب مثلا اصلا معتقد به جنسیت نیستیم معتقد به بشریت اصلا البته این جهان وطنی رو فقط واسه ایران میخوام مثلا تو کم هیچ وقت برای انگلستان دولت انگ بله دولت انگلستان نمیخوان قیام بکنن که مثلا ما جهان وطنی بشیم انگلستان رو جهان وطنی بکنن فقط واسه ایران لازمه که ایران باید جهان وطنی بشه مرز بردرها رو ورداره با ارزم بشی مثلا یه موقع خدایی نکرده نمیرن تو آمریکا بگن آقا اصلا حالا جهان وطنی رو بیخیال این ایالت ها مرزاش رو وردارید تو آمریکا هم زیادن ها خب ولی باز من اونها رو به مراتب مردتر میبینم از کسانی که تکیه میکنن به علا حضرت شاه کبیر به محمد رضا شاه دشنام می کند مانند شما میدونید من دارم کیا رو یاد میکنم در پروسه قبل از انقلاب بعد بعضی که تکیه می کنند به محمد رضا شاه فقید و علا حضرت رضا شاه دوم رو در حقیقت مورد نقد قرار می دند اوج رزالتند. من اون چپ ها رو به این افراد ارجحیت میدم چون تکلیفشون مشخصه با شما حالا من میخوام یه واقعیتی رو به شما بگم ما الان من خودم جز افرادی هستم که معتقدم که نباید اسلام ستیزی کرد حالا دلیلش رو هم عرض میکنم چرا نباید اسلام ستیزی کرد و نباید گفت که هر زرتشتی فقط ایران پرسته اونم دلیلش رو عرض میکنم میخوام به شما بگم که کثیف بودن به ایدئولوژی نیست دوستان عزیز رئیس نایاک در آمریکا یک زرتشتی دوستان نمونه بارزش کسی که نایاک رو در آمریکا در مدیریت میکنه یک زرتشتیه یا پارسیان هند هستند که روابط اقتصادی حال حاضر هند رو مدیریت میکنند با جمهوری اسلامی و منافع ملی ایران رو دارن به به حضور شما تاراج میبرند چابه ها رو میخرن اصلا یه هو. اینجوری برای شما بگم خب لذا این تفکر که ببخشید من سیگارمو میکشم تا به معمول گفتم به شما من, هم من همینم با همین خصوصیات چیزی در پشت پرده ندارم اینکه که میایم با شما سخن میگم دلیل بر این نیستش که هر شب خدمت شما شما به من مقید یا من به شما مقید صفحه منم پیج رسمیه نمیدونم چیز نیست صفحه شخصی شما میدونید همه دوستان اگر احساس میکنید که من شرایطی سیگار کشیدن من باعث اذیت و آزار کسی میشه من از شما عذر میخوام ولی خب منم باید احساس آرامش کنم تا بتونم با شما راحت صحبت بکنم به حضورتون آرزم که دقت بکنید ارزم رو معتقد نیستم کسی به صرف زرتشتی بودن ایران پرسته کما اینکه امروز بزرگترین روابط اقتصادی هند با جمهوری اسلامی رو که در حقیقت منافع ملی کشور ایران رو دارن در اختیار کشور هند میگذارن توسط همین پارسیان هند داره مدیریت میشه از کردم خدمت شما نایاک که بالغ بر ده سال به عمر جمهوری اسلامی اضافه کرد بنیانگذارش یک زرتشتیه و اگر ما بخواهیم بگوییم که به صرف بهدینی من جسارت بهدین هم نمی کنم خودم یک بهدینه من اعتقاد دارم به آین زرتشت به صرف آین زرتشت است که ایران و تعالی این در آ... آ... از آین بر جامعه ایرانی و به اصطلاح یک پارچه نگری جامعه ایرانی به این آین و حکومت این آین بر ایران میتونیم از ایران محافظت بکنیم هم من معتقدم بسیار نگاه نگاه غلطیه اما آیا باید فلسفه ایران پرستی رو به صرف کثیف بودن این افراد قربانی کنیم ما یه خدکش ب... ما وطن پرستا یه خطکش محکم داریم خط کشی که خطی بهش نمیفته ما تعارف نداریم با کسی شخص علی از رضا شاه دوم کسانی که در مسیر ایشون حرکت میکنند و جریان سازی نمی کنند بر علیه ایشون فارغ از اینکه چه دینی دارند میخواد آقای بروجردی باشه که کلا ولایت فقیه رو در جمهوری اسلامی زیر سوال میبره و جانش رو بر کف میگیره و در زندان میره و همچنان دایعه جدایی حکومت رو از ایدئولوژی در ایران سر میده و هرگز هم دایعه اینو نداره که خودش به قدرت و از ما یه سری زندانی سیاسی داریم توی ایران دوستان دقت بکنید ارزش آقای بروجردی رو ما یک سری زندانی سیاسی در ایران داریم که اینا میگن این رژیم بره مثلا ما یه حکومت جمهوری را بندازیم یا مثلا این حکومت این بره مثلا من بشم رئیس جمهور چرا مثلا یه سری زندانی سیاسی در ایران داریم که میگه آقا چرا من رد صلاحیت میکنیم ولی یک روحانی ما توی ایران داریم که میگه من به قدرت نمیخوام برسم که هیچ اصلا معتقدم که دین نباید در قدرت حضور داشته و بابت این جانش رو بر کف دستش میگیره خب و مورد عرض و خدمت شما ظلم قرار میگیره و این همه مدت رو در زندان میگذرونه شما حالا شما دوست عزیز من خودم یک بهدینم ولی میخوام این رو به شما بگم که ما, ما, و تفاوت آقای بین آقای بروجردی و رئیس نایاک بین آقای بروجردی و آقای هر شب خدمت شما اسم این بابا هم یادم رفتش که در هند کار میکنه من ببخشید الان حضور ذهن رو اسمش ندارم یا بین آقای بروجردی و اصلا ولش کنه همین مدکه نادان توی سوئد شما انصافا میتونید ملاک رو به دینی قرار بدید برای ایران پرستی اما تمام این سخن نباید انگیزه ای بر این باشه اگر چنین افراد کثیفی جریان سازی می کنند بر علیه ملت ایران تا منافع ملی ایران رو در حقیقت به باد بدند یا مثلا جریان سازی می کنند دقت کنید حرفم رو که طرفداران شاهزاده رضا پهلوی رو به دو دسته یا سه دسته متفاوت تقسیم بکنند و اینها با هم چلنج در اون گروهی بکنن به خاطر تفکرات ایدولوژیک که آقا تو توشی شدی یا نشدی آقا به تو چه که من من زرتشتی شدم یا نشدم به ایران گرایی اصلا ایران برای تو مهمه یا شاه مهمه این سوال های که شما گاهی وقتا میشنفید من بدون تعارف به شما بگم از این سوال های زیاد میشنفید اینهایی که میآیند و این سخنان رو میگن اینها جریان سازی است اینها جریان سازی نظام برای انشقاق بین میلیون در جریان نامه کذایی آخرین هشدار من اون جمله آخ دومش رو نمیگم چون اصلا شرمم میشه که اون نام جمله رو اعلام بکنم تو تمام اون شورت ببخشید دوستان تمام اون شورت پاره هایی که کم از رئیس نایاک برای من نداشتند بلکه از اون بدترم شاید بشه بهشون گفت هستند یک نفر خودشو کشید کنار یک نفر خودش رو کشید کنار گفت من همچی چیزی رو هرگز امضا نمی کنم و هرگز با همچی تفکری همراهی نمی کنم اون یه نفر آقای آصف بوده چرا؟ چون به صرف وجود آدمی مثل خمینی این درست نیست که خامنه ای رو من و شما بخوایم این درست نیستش که آقای بروجردی رو من و شما بخوایم سنگ باران بکنیم من در این مپس از ایشون اعاده حیثیت میکنم در این مقوله ولی من خطکشم پادشاه همه دقت بکنید ارزم رو من بدیهی میدونم که آقای آصف شخصی است که میداند نمی بایست و نباید و نخواهد در جریان افرادی مثل آنهایی که میداند هم هم چشم بهشون داریم و لحظه به لحظه حرکات و تحرکاتشون رو داریم رسد میکنیم قرار بگیره من الان درس از و درس الفبا دارم به کسی نمیدم دوست عزیز مهتی جان من واقعا آدم گاهی وقتا دیگه واقعا نمیدونم چی بگم اگر از پنجاه دوستی که اینجا هستن پنج نفر حرفم به های من توجه بکنن ازشون سپاسگزار میشم حالا بقیه هم بشنن سر الف بای عربی صحبت بکنن الف فارسی دوستان عزیز بدیهی اندیشه اندیشه باید راه خودش رو بپیماید اندیشه باید راه خودش رو بپیماید و به دلیل ببینید من یه چیزی خدمت شما بگم کمونیست ها منفور اجتماع بشری قرار گرفته اند و خواهم بود تا ابد به خاطر بیجا عمل کردن و فاسد کردن جوامع در حال پیشرفت در شرق دقت بکنید در رو نمونه بارزش چین رو تریاک نتونست زمین گیر بکنه کمونیستا کردن نمونه بارزش رو من دارم عرض میکنم روسیه رو کمونیستان آبودش کردن و کمونیست ها بی تأثیر در اتفاق پنجه و هفته ایران نبودند حداقل میخوام به شما بگم که واقعیت اینه که در سازماندهی بسیار کمک کردند به اتفاقات سال پنجه و هفت. اما از پس همین جامعه از پس همین جامعه کمونیست ما تفکر سوسیالیزم رو داشتیم که اگر کمونیست کمونیست چپهای ایرانی کمی شعور داشتند اگر چپهای ایرانی در سال 57 به جای کلابره رو سر کمی سواد سیاسی داشتند میتونستند به این افتخار کنند که اولین پادشاه سوسیالیست دنیا رو دارند پادشاهی که زمین رو از ملاکان میگیره و تقسیم میکنه بین رعیت پادشاهی که سپاه بهداشت برای مردم میفرسته هم به کمونیستا دارم میگم آقای اون پا... پادشاهی که اه... کارگران رو در سود کارخانه ها سهیم میکنه بابا سوشیالیسم مگه یعنی چی ولی خب مشکل اونها مشکل, مشکل ویروس بودن بود و نابود کردن مثل روسیه مثل چین و و و و, حالا وارد بحثا نمیخوایم بشیم من نمیخوام تاریخ جهان رو بررسی بکنم اومدیم داریم درد و دل میکنیم تا به جنبندی برسیم که چه جریاناتی شکل گیری میکنند و این جریانات نباید ما رو منحرف بکنه و اجازه نده ما ایرانیان گرده هم جمع بشیم اصلا این جریانات رو می سازند امیدانه ها رو می سازند برای اینکه من و شما آصف ها رو زیر پا له بکنیم مگر اینکه آصف واقعا ثابت بکنه که اینقدر آدم بدیه امیدوارم حرفم جایگاه خودش رو داشته باشه آصف اهل اندیشه است و علاقه به تاریخ و فرهنگ ایرانه اما اینم به شما بگم که اهل بحث نبود من دیدم که در بحثشون کاملا واپس خورد و کشید عقب و اه در که سوال آنچنانی با از ایشون نشده بود و بی حرمتی هم بهش نشده بود ولی کن به حال سوال تند بود تند بود بی حرمتی نشده بود ایشون به جای پاسخگویی به سوال قهر کرد این کارش زشت بود کار قشنگی نبود اصلا جایگاه خوبی نداشت من هم حقیقتش رو بشم چون بار قبلی که این اتفاق افتادشون دلگیر شدم من ازشون اصخایی کردم من فکر کردم که این رو میفهمند که من تو کجا ایستادم و چون این رو میفهمند دیگه این حرکت رو نمی کنم ولی متاسفانه ایشون دوباره فکر کردن که باید این حرکت رو بکنن خب من بدیهیه که یک بار از کردم برای چه این حرکتی ای من دیگه دوباره این کار رو نمی کنم و ایشون رفتن اما در به صفحه من به روی ایشون بازه و هر وقت که تمایل داشتن میتونن تشریف بیارن و بحثشون رو ادامه بدن من به ایشون نخواهم گفت که برگرد مگر خودشون تمایل داشته باشن تشریف بیارن و به بحثشون ادامه بدن از هر چیزی مهمتر فریب نخوردن دوستان ما دقت بکنید درزم رو من تکلیفم رو با این جریان هایی که وجود داره روشن کردم خیلی ساده خدمتون بگم الان یه آقای زم اومده این اینم یک جریانه جمهوری اسلامی را انداخته از شبه خدمت شما حالا مطالب و مستندات آقای این که آقای زم هم یک جریانه که جمهوری راه انداخته رو در زمان خودش آن زمانی که صلاح باشه ما میاییم و در موردش بحث میکنیم بله رو لازم بله 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 بله, بله. آقای فرهودی من حالا منو شما اینم به شما بگم که چرا فرهودی رو انتخاب کردم فرهودی آدم خوشنامه ولی یه خبرنگار حرفه‌ایه حرفه‌ای میدونید یعنی چی دوست عزیز حرفه‌ای یعنی اینکه یکی میره مجانی برای یه تیم شرک بازی میکنه فوتو تیم فوتبال خب میگه چون من عشق دارم به این تیم حرفه ای کسیه که میگه میگه آقا من قراره یک بازی با شما بازی کنم قیمتش میشه انقدر که در زم رو آقای فرهودی حول براتون نداره فرهودی رو روح الله زم کشیده آورده خب آدم هرفهیه خوشنامه اگر داره پولشو میگیره کارشو میکنه ولی اگر فکر میکنید که به علت وجود فرهودی در اون برنامه این جریان داره توسط جمهوری اسلامی هدایت نمیشه بسیار در اشتباهید یه بحث به حضور شما آرزم که آگاهی رسانی داشتیم یکی دو روز پیش حالا من اجازه ندارم اسم از کسی ببرم گفت بابک خیلی جمعی زیبایی گفت که درست ما دقت نمیکنیم. گفت شما می دونید که زم کسی بود که دقت کنید زم کسی بود که گم شدنش آخه یه مینیبوس بود یه سری مینیبوس ها بودن پیاده کردن یه سری افراد رو مثلا امیددانا توش ازش پیاده میشه نه در درزم رو امیدانایی که تو کلاس قرآن آقای فخرآور شرکت میکرد امید دانایی که تو کلاس قرآن آقای فخرآور شرکت میکرده یه سری مینیبوس ها هست که وقت خدمت شما تو سال 88 یه سری افراد رو پیاده میکنه مثل امید دانا رو مثل آقای زم رو بعد اینا گم میشن اینا وقایه و اتفاقات سال 88 ه من دارم خدمتتون میگم پیدا کردن زم انقدر برای نظام در اون شرایط مهم بود که منجر به افشاع کهریزک شد یعنی که ریزک لو رفت برای اینکه زم پیدا بشه دقت میکنی در من رو و یک سال هنوز با پاورجاست هیچ کسی در که, که ریزک وجود نداشت که تجاوز بهش نشده باشه شکنجه نشده باشه و آقای زم هرگز از تجاوز به ایشون صحبتی نکرده و اتفاقی برشون نیفتاده اگرم افتاده بنده حاضرم برم برای ماینه ما این البته به شوخی گفتم میخوام به شما بگم که اصلا اتفاقی برای ایشون نیفتاده و ایشون هم نوعی امید دانا بود در اون زمان ولی خب نظام اسلامی داره کار خودش رو میکنه من و شما چقدر باید خوشیار باشیم من و شما چقدر باید خوشیار باشیم کسی که اجازه حمل اسلحه با مجوز ارشب خدمت شما رسمی رو در جیبش داره و در ایران در حال میره و میاد متوجه ازم میشید یهو یه میاد خارج از کشور به حضورتون آرزم که یه موج تبلیغاتی در گاردین ایجاد میکنه که آقا البله جیمبله بعد مثلا یهو یه این از این ور میاد میگه نه من البله جیمبل نیست حالا یه کسی به من بگه آقا میشه, میشه بچه ها با هم دیگه جمشیم بریم همه گیدم هم روزنامه گاردین بهشون بگیم آقا بابک خسروی حالش خوبه اینو بنویس توی روزنامه شما اگه تونست این کارو بکنی نه لطف کن برو بگو بابا بابک خسروی که آدم مهمی نیست بلند شو بگو علا حضرت رضا شاه دوم امروز مثلا از فلان شهر آمریکا تشریف بردن فلان جا اینو گذار اینو بذار توی روزنامت اگه کرد یعنی عده درز بندر رو بعد مثلا رومینی گاردین در مورد آقای زم می نویسه بعد زم از شب قضیه جریان پول های موساد و فلان و این حرفها و قصه و ما که اصلا میدونیم کل جمهوری اسلامی نصف کل جمهوری اسلامی رو موساد داره میگردن و کاری نداریم که به حضورتون آرزم که بعد میان و دنبول و دینبول بیان را میفته آقای فرودی هم که عدید جامعه ما به عنوان یک اون خبرنگار سالم میشناسنش رو جذب میکنن خب اونم من خدا آدم ایه دیگه پول میگیره کار میکنه کاری نداره به این کار شما شما مگه میتونید یه بنیه اقتصادی ایجاد بکنید کاری نداره میخوام بگم آقای فرودی بیاد برای شما کار بکنه هر کسی هر کی دوست داره نداره در رو و در نهایت هم موج میره سمت موج نمیدونم دیگه داریم دیگه من فرودی تنها چیزی که فکر میکنم تو گزارش های پنج، سال گذشتهش اگه شما نگاه بکنید در مورد جن صحبت نکرده بود که آقای فرودی در مورد جن هم صحبت کرد یعنی گزارشی در رابطه با جن هم به ما دادن اینا جریان سازی است اگر ما این جریان سازی ها رو تشخیص بدیم و گول نخوریم نباید از حضور افرادی مثل آقای هر شب خدمت شما ایکس و ایگرک به یک ف... گفتم خدمت شما یه فلسفه مظلوم واقع شده همونطور که من معتقدم که اسلام تشیعی که در ایران هست به صرف وجود بروجردی ها هم میشه گفت مظلوم واقع شده چون افرادی مثل بروجردی هم هستند که معتقد به اون اسلامند و معتقدند که نباید تو امور داخلی کشور دخالت کرد این همین وجودها همین افراد که جانشون رو بازم تکرار میکنم ارزش آقای بروجردی از ارزش آقای تبری بیشتره دقت بکنید هر آقای تبرزدی آقای تبرزدی در پی اینه که در یک نظام سیاسی بتونه بازیگر سیاسی باشه آقای بروجردی میگه لطفا نظام سیاسی رو به وجود بیارید که من و آنچه که من به آن اعتقاد دارم لطفا داخلش نباشه بعد شما میخواید بگویید که در قیاس با این انسان خب در قیاس با این انسان این آدم مسلمونه همه عزیزانم که منو میشناسم میدونن که من با اسلام همراهی ندارم خب میخوام بگین که در قیاس با این انسان مثلا این آقایی که رئیس نایاکه آدم بهتریه چون مثلا بهدینه اینطور نیست به صرف ایدئولوژی کسی رو سر نبریم سرش رو نبریم من خواهش میکنم دوستان نه خیر نه ندا جان اینطور نیستش ایشون فحاشی کردن به علا حضرت از شاه دوم و فیلماش موجوده فیلماش موجوده البته البته من الان نمیدونم ایشون کجاست و چون زیادم نمیخوام وارد بحث بشم در مورد ایشون در, در مورد ایشون نمیخوام وارد بحث بشم ولی واقعیت اینه که هر کسی از زن خود شد یار من کس نجورد از درون اسرار من پادشاه کشور من امروز به عنوان یک وظیفه ملی به تک تک ما ایرانی ها این رو توصیه میکنه و میگوید که ما فارق از ببینید دقت کنید مثالی بهتون میدم ما هممون ادعای سوادمون میاد ادعای فهم داریم ولی یه آدمی رو بهتون معرفی میکنم وقتی باش صحبت میکنی من یکی از فیلماشو داشتم نگاه میکردم بغزم گرفت گفت من آدم حرفه نیستم تو این حرفا تو این بحثا تو این گفتمان اصلا بلد نیستم فقط میدونم چی میخوام بریم یاد بگیریم ما ادعای فهم میکنیم ولی انگوش کوچیکه کامران قادری هم نیستیم او هرگز از یه ایدولوژی یا یک تفکر حمایت نکرد گفت فقط به ایران برای ایران و به خاطر ایران به احترام پرچم شیر و خورشید نشان بریم یاد بگیریم ایران پرستی رو خیلی زیبا اشاره کرد به این که من خانوادم مسلمون بودم هم ممکن... هنوز... هنوز از خانواده من مسلمونم مشکل من اسلام نیست دیدم این با این زبان عادی خودش زبان روزمره خودش چقدر زیبا داره پیام پادشاه من رو همراه میکنه خیلی روزمره خیلی عادی خیلی عادی جالبه دقت بکنید عزیزان به علت ما بسیاری از ما به علت تون یک سری از جمهوری خواه رو از خودمون دور کردیم ولی کامران قادری داره پیام پادشاه منو با خودش حمل میکنه همون حرفها رو داره میزنه همون شعارها رو داره ولی جمهوری خواهم دورش جمع شدن براش دست میزنن پس میگه آینه چون نقش تو به مود راست خود شکن آینه شکستن خطاست همه ی عرایزم امشب بر همین مقوله ختم میشه که یک نگران جریان سازی های رژیم باشیم مراقب جریان سازی های رژیم باشیم این مبحث مبحث بسیار گسترده ای حالا اگر لازم بشه من بحث رو در زمان خودش باز خواهم کرد در زمان خودش نگران جریان سازی های رژیم باشیم آقای حسینی رو مثلا شما ملاحظه بفرمایید سر به زنگای سر به زنگای بعد این بچه های گنابادی چه،, چه کشیدن به خاطر کسیف بودن این آدم و بی بی سی آورد اصلا اعلام کرد که آقای سری صوفیگری صوفیگری در ایران بود رویه خشونت طلبی و فلانی صحبت اصلاً چرا این حرف رو میزنی دیگه سلجوتر از این دراویشی که در ایران ما میشناختیم وجود دار اصلا شما دیدید از اینا سلجوتر اون موقع فهمیدیم که جریانی رو که جمهوری اسلامی در قالب حسینی ارسال کرده برای چیز ارسال کرده حالا شما فکرشو بکنید این برای یک جریان قوی برای یک جریان قوی مثل پادشاهی خواهی که در قیام ملی ملت که دست نظام در رفت و یهو یه مردم ریختن بیرون دیدید که ملت چگونه پادشاه خودشون رو میطلبند بی بی سی و دنیا متحرر اصلا متحیر موندن چی چیکارش بکنن چجوری جمعش بکنن خب در اون شرای... در برای ما چقدر جریان میسازه چقدر جریان سازی میکنه تا ماها رو به انشقاق تقسیم کنه ماها رو در هم بکوبه و ما باید مراقب این حرکت ها باشیم اما نه با انگشت اتهام به یکدیگر نه تفکیک کردن همدیگه اون اگه من و شما همدیگه رو تفکیک بکنیم خب رژیم که به هدفش رسید حالا بیا بشین من تو هم دیگه به هم ثابت کنیم کدوم اون خوبه کدوم بدیم خب به هم مشغولیم دیگه من و شما به جای این که در روز پنج مطلب در حمایت از مبارزین بر علیه رژیم بنویسیم چهار مطلب در نقد رژیم بنویسیم و یک مطلب در راه برد آینده رژیم بنویسیم رو آینده پلن مبارزاتیمون بنویسیم خب روزی نه تا مطلب هم دیگر رو میکوبیم یه دونه مطلبم پستای دیگران رو میگیریم کپی میکنیم پیست میکنیم درود بر ایشون درود بر علا حضرت رضا شاه دوم من به جد ارز میکنم دوستان عزیزان به جد این رو عرض می میکنم بازی جریان هایی مانند باوند و امروز اگر ایرانی بازی جریان سازی هایی مانند باوند و امید دانا و به حضور شما ارزم که فولاد وند و وو, وو 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 رو اگر بخواد بخوره دقت کنید حرفم رو بازی اون جریان سازی ها رو اگر بخواید بخورید فقط اتفاقی که میفته اینه که من و شما به جای پرداختن به رژیم به یک دیگر میپردازیم و شروع میکنیم یک دیگر رو زدن بابک خسروی یه کلام یه جا بهش گفتم شما فیلماش هم هست همه رو گذاشتم همه در اختیار عموم گفتن آقا شما معمول جمهوری اسلامی هستی گفتم آقا من اصلا وقت اینو ندارم که بیام خودم رو به تو ثابت بکنم قبول میکنی بکن نمیکنی شما باش تو درست میگه برو کار تو بکن تو برو, تو مبارزت رو بکن آقا من معمول جمهوری اسلامی دیگه چیکارش کنم دیگه چون جمهوری اسلامی هدفش همینه او میخواهد من و تو به هم مشغول باشیم ده آفرین بابا آفرین من و تو نباید به هم مشغول باشیم و علاقه من به این که این جریان تفکراتی رو که بسیاری از ایرانی ها هم بهش علاقه نشون میدن رو در حقیقت اجازه بهش بدیم گفتمان داشته باشه بیاد و موضوع بشه و قربانی حرکتی مثل حرکت امید دانان نشه این جریان تفکراتی دقت کنید در زم رو ببینید من الان به شما گفتم از همینجا من خودم یک بهدینم معتقد نیستم بهدینی دلیل بر ایران پرستیست است دلایلش هم مشخصا توضیح دادم ولی جمهوری اسلامی خیلی استقبال از این میکنه که من و تو به جای اینکه به جمهوری اسلامی بپردازیم به, به بهدینی بپردازیم به و کسانی که میخوان بهدینی رو خب به مردم بشناسونند آ این آ آین رو ایران پرستی رو به مردم بشناسونند این تفکر رو به مردم بشناسونند چرا شاهنشاهی رو به ایران به ایرانی بشناسونند رو دارید درزم رو سیبل بکنه برای من و مثلا بابک تبریزی و من هیچ وقت وارد این بازی نمیشم هیچ وقت به این افراد اینا رو سیبلشون نمیکنم. تا زمانی که او در کنار من تا زمانی که او در کنار من حاضر برای پادشاه من مبارزه بکنه میار من مشخصه حالا از تفکرش خوشم میاد یا خوشم نمیاد مسیرش رو کج رفت خب مسیرش رو کج رفته نکته ای رو من به شما بگم امروز من دیدم باز از دوباره این چپا ها یه بعد من متاسف میشم بعضی از این دوستان این مطالب رو میارن به من شیر میکنن میندازن توی مسج باکسم من الان شست و چند نفر دوستان اینجا هستن حضور دارن دوستان شیر کردید این مطلب رو که من دارم با شما گفتمان میکنم یا فقط من برای شما میگم اینها رو من خواهش میکنم سخنان امشب من رو شیر کنید اجازه بدید که این گفتمان گفتمان حساسی است این گفتمانی که من امشب دارم با شما میکنم گفتمان حساسیه من خواهش میکنم دوستان این گفتمان رو شیر بکنید بگذارید به عموم متوجه یک سری اشتباهات خودشون بشن به من شیر کردن میریزن توی م... من بعد من میاد این که دوستان مسج میکنن یک مطلبی رو حالا یه موقع هستش که پای اون مطلب تگ می بابک خسروی من میرم پای اون تگ نگاه کنم اینا خود رو اون مطلب چه چیزی بوده اون نه خوده تو خود مطلب تگ کنن توی ت... کامنت ها ولی وقتی آدم رو میبرن داخل اون مطلب و شیر میکنن میذارن توی مسج باکس من دیگه واقعا دیگه متاسف میشم یه آقای حالا پخش کرده یه آقای چپ کمونی یه خانم یک چپ کمونیستی یه مطلبی ببینید دوستان در رابطه با اینکه که خاندان پهلوی چگونه نگاهشون به اسلام بوده و فرانی صحبت من در مورد خاندان پهلوی اینجا هم رفع اتهام بکنم نه حجت جان جا. چرا مرگ خدا آدمش بکنه چرا مرگ خدا آدمش بکنه اونم بابا بدبخت یه شورت کورست فروش بود توی بازار چه فردوسی پشت چیز مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی که یه شورت کورست فروش رو آورده مثلا کرده مبلغ آین ایرانگرایی و مرگ بر جهالت که من و تو هم رفتیم دستمون گوشیم زیر چونمون گفتیم به به عجب حرف خوبی میزنه حالا قافل از این که این اطلاعات علمیش رو هم خودش نداشته بعد وقت آصف ما خب میرفته شب به شب آصف رو در حقیقت تخلیه اطلاعاتی میکرد تا این برنامه هاشو درست کنه من واقعا دارم به شما میگم این عین واقعیته ببینید دوستان بعد از آصف که برخورد رو در رو با ایشون داشته من و یاور یزدان پرست و مهدی میر با قادری نزدیکترین افرادی بودیم که تو فضای مجازی با ایشون آشنا بودیم و باش کار میکردیم ما تعارف که نداریم چهار سال پیش یک جمله گفت من حساسیتم زیاد شد گفتم آقا تو مذب خانپای بخشید یه چیزایی گفتم که فقط لایقه او بود و اصلا تکرارش هم عوض میام خیلی هم بیادبی کردم بهش و هر شب خدمت شما که باش قطع رابطه کردم یاور صبورتر از منه گذاشت به پای تند رو بودن من دو سال بعد از اون دیابر اومدش دیدم اومد خصوصی هم بابک انصافا حق داشتی من متوجه ازم میشید من حالا من فهمیدم اون روز تو چی دیدی که امروز متوجهش میخوام به شما بگم امید نادان هر کسی بگه که من نمیشناختمش آقا من حالا آصف بعد از همه ما تو شهر خودش تو محل خودشون بوده چیکارش کنیم حالا شهامت این رو داشته باشه آدم اشتباهات خودش رو بپذیره و من معتقد نیستم که به حضور شما عارضم که اه... کسی رو به جرم جریانسازی های جمهوری اسلامی از خودمون برونیم چون هدف اصلی نظام جمهوری اسلامی همینه که اون پیرمرد کودن توی اون جمع یا اون پیرزن کودن توی اون جمع داد بزنه بگه بابک خوزه تو معمول جمهوری اسلامی هستی اه اه پیف پیف خب همونجا تظاهرات دو شقه شد یه دسته رفتن اونوری یه دسته رفتن اینوری یه دسته بابک خسروی رو قبول داشتن یه دسته بابک قبول نکردن شک کردن بهش خب این چیزی که جو نظام حاکم بر ایران میخواد خب این رو نگذارید دامن بخوره لزومی نداره بیاید با که خسروی عقد ازدواج بخو عقد و اخوت بخونید نه 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 نگذارید تفرقه بر ما حاکم بشه چون کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه تفرقه اندازی بین ماست آصف عزیز میاد یه مباحثی رو میگه خب بگی تا جایی که این مباحث خب در بحث حکمت و فلسفه است شنیدنی زیبا چرا آدم بحث فلسفی و حکمت رو نشنفه با بحث به بحث منطق میرسه پاسخ منطقی رو آدم میده خیلی هم ساده منتجه جواب منتجه من جواب من من امشب به شما دلایلش هم گفتم دیگه خیلی از مسائلی رو که من مخالفم با آقای آصف که ایشون معتقد خب به آین بهدینی آینی که به حضور شما آرزم که ایران رو میتونه به تعالی برسونه خب من باش مخالفم با این آ... با این تفکر چرا اینکه خب ما خیلی از دارم میبینم بسیار آدم بهدین داریم که دارم به کشور به ایران دارن خیانت میکنم اون چه چ... اصلا نمی گنجه این حرفا با هم دیگه نمیشینه منطق اجاز باید اجازه بدادم یه چیزی کلام رو بپذیره ولی خب فلسفه رو باید شناخت نباید این فلسفه رو سرکوب کرد فلسفه رو باید شناخت با فلسفه آشنا شد یه جوون رفته عمرش رو گذاشته نتیجه عمرش رو گذاشته که با این فلسفه آشنا بشه و اینو اومده مرجانی در اختیار من شما و دیگر دوستان قرار میده خب مادرم ازش سپاسگزاری کرد فوری یه دونه مارک اتیکت بچسبونیم بهش من نمیدونم بانو فریبا من نمیدونم ایشون کجا هستش امیدوارم که هر جا هستن بله تو رو خدا اسم نبرید از این مزخرف تو رجان اسم نبرید من حقیقتش به شما بگم که سیاهی رو این رو دقت بکنید در رو من اعتقاد دارم به این کلام میگویم که سیاهی رو نگاه نکنی خودش منجر به نابودی است سیاهی رو اصلا نباید باش بجنگی سیاهی خودش خودش رو نابود میکنه کاری که مثلا حالا بابک ایرانبان گرامی خب وقتش رو شدید گذاشت رو این که امید دانا رو یه چهره, چهره کمدی واقعی خودش امید دانا رو از پس اون پرده بکشه بیرون و این خیلی هم تو این کار موفق بوده دستش هم درد نکنه من واقعا ازش سپاسگزاری میکنم از همینجا احتمال میدم که ببینه برنامه‌ی ما رو ازش سپاسگزاری میکنم ولی واقعیت قضیه اینه که من امید دانا رو همونجا حتی اسمش هم نمی آوردم الان معصوم شده بچه ها میگه من میگفتم او نادان او این یارو من به سیاهی نباید نگاه کرد سیاهی رو که شما نگاه میکنی مهم میشه من از خود این رو شنیدم میگفت من عاشق اینم که منو فوش بدن کداد بیننده ها میره بالا این که دارم بهتون عرض میکنم ما یه چت باکس داشتیم اون چت باکس هنوز موجوده هنوز اون چت باکس موجوده ولی به صرف ارشا و خدمت شما اینکه فقط بین من و ایشون نیست و یه سری که افراد دیگه هم در اون چت باکس مشترک بودن ما سه سال تمام تو اون چت باکس مطالب اون رو میگذاشتیم و میشتیم من اجازه ندارم که از داخل اون چت باکس چیزی رو بیرون بیارم و ایلا میکردم این کارو خب به حال همه گفتمان من بر این منوال بود امیدوارم عزیزان متوجه مطلب شده باشند نگرانی عزیزان برای این جر جریان سازی ها بجاست ولی لطفا هدف این جریان سازی ها را اجرایی نکنند چون هدف این جریان سازی ها بیش از هر چیز اینه که من و شما در کنار یکدیگر نیستیم شرام جان درود دارم خدمتت و بیش از هر چیزی رفتار ما رو مونیتور میکنند و در حقیقت متوجه میشن که این جریان سازی که هر جریان سازی که انجام میشه چه کنش و واکنش اجتماعی رو در پی داره من خیلی صادقانه دارم بهتون ارز می کنم این رو از ماچ از این که ما جامعه ایرانی یه خطکش مشخصی به اسم خاندان پهلوی داریم یه خطکش خیلی واضح به اسم خاندان پهلوی داریم خیلی ساده ما به هر جریانی باید امکان حرکت بدیم از این خط کش کسی خارج شد تکلیفش مشخصه دروغ بر شما جا جن... جان من کاملا با فرمایش شما موافقم پادشاهی کشور منم هم برای همین داره تلاش میکنه اون آیت الله بروجردی شجاعی هم که در داخل زندان عمری رو گذرونده برای همین داره تلاش میکنه انایت دایید ارزم رو و همه عرائظم بر همین منوار بود که عرض کردم از اینجا به بعد من گفتمانم رو کوتاه میکنم به سوالاتی که اگر دوستان داشتن خواستن تشبیه برن بالا گفتمان کنن گفتگو که داشته باشیم و حرفاشون رو من بشنفن کسی دوستان کسی هستش کوروشان شما میخوای بیای بالا وقتی به هم مانند وقتی رئیس نباشن بازی رو به با هم میزن اونا رو که ولشون کن <applause> قفص شکسته ایران به دست مردم شکسته و آزادی ایران فقط ممنونم از این جمله زیبا چقدر دلنشین بله درست میگویید نباید بگذاریم بینمون جدایی بیفته این به زبان بله تنها نجات ایران جدای دین از سیاست است بله دوستان کسی تمایل داره که بیان بالا من کوروشا میای بالا خواهش میکنم آه. عزیزم فدای تو برم کنم دوباره دوباره بحث سر بگید. من از ایشون نخواهم خواست که بیان اگر تشریف بیارن خیلی خوشحال میشیم من چون یک بار این کار رو کردم و ایشون دیگه مذرم مطلب دیگه به بچه کودکی به بچه بازی نیست من یک بار از ایشون خواهش کردم و بهشونم گفتم نرید خودشون تصمیم گرفتن که تشریف ببرن ولیکن من خیلی مصرم به اینکه ادامه بحث با ایشون داشته باشم و فرمایششون رو بشنفم این منوط بر اینه که خودشون تمایل داشته باشن بیان من به ایشون نخواهم بود اگر تشریف بیارم به روی چشم خیلی خیلی هم استقبال میکنم از فرمایششون و سخنانشون رو میشنفم دوستان من برای بار آخر میپرسم اگر کسی سوالی مطلبی گفتمانی چیزی داره من شنونده هستم اگر نه که آروم آروم من خستگیمو برم خستگیمو در بکنم درود بر شما ظاهرا که من تمایلی ندیدم در دوستان برای اینکه توی بحث ما شرکت بکنن از همینجا با تک تک عزیزان خدا نگهدار میگم و از اینکه وقتتون رو گذاشتید چای خوردم و گرنه با کمان خواهش میکنم از اینکه وقتتون رو گذاشتید پای بحث من اومدید از شما سپاس گذارم ولی من نباید به ایشون بگم من به کروش عزیز گفتم ایشون تمایل نشون ندادن تا وقتی دیگر و سخنی دیگر ایامتون بکام دوستان شب خوش